صبح همچنان به خیر با شرکت که بیننده برنامه صبح زندگی هستین خدا کن از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین بهترین صبح سپری کرده باشین و برتان خوب خوش سپری شده باشه و همچنان بخشای متنوعی با داریم بازم تا ساعت نه ما را تنها نگذارید بیننده برنامه خودتان باشید طوری که در شروع ساعت اول برنامه بر شما ایزان گفتیم امروز قرار بود مهمان محترم و ویژه با خود داشته باشیم بانو منیجر رامزی روانشناس را محترمی که بعضی وقتا ما برنامه دعوتش میکردیم همراه ما بودن ولی بیشتر وقتا در گزارشات هماین افغار بودن و صحبت های ارزشمندشان را بر ما و شما ایزان داشتن که خوشبختانه همین لحظه همراه ما هستن و صحبت های خوبشان را همراه ما و شما ایزان شریک میسازن در رابطه با برنامه های صبح ای که چقدر میتونه تحصیل گذار باشه بالا روح و روان ما بانو رامیجی رامزی خوش آمدی صبح شما بخیر باشه میباشید با کمی صحت و خوب نیست شما به بزرگواری خودتان سلام به شما بر که بیننده و شنونده هستن و در قدم دوم ساختار جدید برنامه سلامت باشید تلویزیون را برای شما برای کسایی که زحمت کشیدن و زحمت میکشن و حتی برای کسایی که بیننده هستن و مستفید میشن از برنامه های زیبا و دیدنی و شنیدنی برای از هم تبریک سلامت باشین تشکر از حضور شما هم با برنامه شکر. ما واقعا با آمدن تا برنامه ما رو رنگین تر ساختین این. و خوشحال بایی هستیم در اولین طرح نو برنامه صبح زندگی شما را با خود داریم که بخواید در کار صحبتایی داشته باشین در رابطه با برنامه های صبح که چقدر تاثیرگذارش بالای روح و روان و وقتی که وارد ست شدین این رنگ بندی ها رو شما چگونه دریافت کردین بعد دیدی خوب. دید یک روانشناس شکر بیش از هر موضوع من هرز بکنم که روانشناس نیستم بدل از اینکه از دانشکده روانشناسی فارغ هستم استاد هستم و اون دانشکده ولی بیشتر حوزه کارم فعلا با محافظت اطفال و بحث سوشیال ورک یا مددکاری باید. اجتماعی است رنگ ها را پیش از که من داخل استودیو شوم با مانیتور با دلیز هم دیدم رنگا واقعا یک امخانی بسیار خوب داره و مخصوصا یک برنامه صبحگاهی باید یک رنگای متر که اصلا بر آدم آرامش ببخشه واقعا بر ما واقعا آرامش بخشید رنگا بله دقیقا وقتی که ما خودمان به ایست نو آمده بودیم م. فکر میکردیم کمی شاید احساس غریبی بکنیم ولی نیم. نه, این رنگ ها خیلی تاثیر مثبت بالای روان ما موند و ما خیلی خود راحتتر موکن. احساس کردیم بعضی رنگ ها خیلی خشن می باشه ناراحت می مثلا رنگ نارنجی مثلا رنگ لاجوردی بسیار تیره این رنگ است که بله. بر برنامه صبحگاهی اصلا بله همیشه آرامش بخش است ببین در رابطه با برنامه های صبح و تاثیر برنامه های صبح اجتماعی بالای روان صحبت های باشیم تشکر لطف کردین تشکر از دعوتتان دقیقا برنامه صبحگاهی که ما مخصوصا از سالیان متمادی با تلویزیون آریانا هم کار بودیم در برنامه مختلف مخصوصا برنامه صبح دقیقا برنامه صبح خودش بالای روح روان افرادی که تازه مثلا صبح از خواب بیدار میشن تاثیرات خودش داره و در میان همه رسانه ها تلویزیون یک جاذبه یا کشش خودش داره که مثلا بیننده حلاقمند از بیشتر اطلاعات و معلومات را از طریق برنامه تلویزیونی بگیره ولی در سر صبح چون بیشتر ذهن و فکر تر هست تازه وارد مشغل زندگی انسان میشه در طول جریان روز هزیل هاست برنامه صبحگاهی تاثیرات خودش داره مثلا برنامه صبحگاهی که تلویزیون آریانا داشته در بحث خانواده در بحث بالای اطفال موضوعات اجتماعی این مسائل در کل گذار است مخصوصا برای کسایی که برای کتاب و قلم و سوادی مسائل بیشتر دسترسی ندارن نو میتونن اطلاعات را به شکل مستقیم از طریق این برنامه بگیرن مثلا این بحث های روانشناسی که در برنامه صبحگاهی هم بوده مخاطبین بسیار زیاد داشته و حتی وقتی ما از هم خارج میشیم باز پیام میایه یا زنگ میایه بسار دنبال میکنن این خودش به این معنا مفهوم است که شنونده و بیننده داره این همه بحث ها و یک تاثیرات مثبت خودش بالای مردم داره و دقیقاً که برنامه‌ای که در برنامهی صبحگاهی هست در کنار از یک اطلاعات و معلومات را بر مردم ارائه کرده و ارائه میکنه بسیار از ناهنجاری‌های های اجتماعی را هم اصلاح کرده مثلا بحث که بوده در قبال اطفال در قبال خشونت بر زنان مسائل اجتماعی موضوعات تربیتی بحث های امتحان اینکه چگونه باید امتحان گرفته شود مسائل مختلف و متعدد ما باورمند به با این هستم که مردمم خیلی علاقه‌مند هستند و اکثرا بیننده و شنونده هستند بله دقیقاً و ما هم تلاش برای داریم تا به امروز که تا نسیم در برنامه مرتبط زندگی موضوعاتی که شما اشاره داشتین داشتیم و از این به بعد هم می‌خوایم داشته باشیم و در طرح نوی برنامه حساب زندگی می‌خوایم که بعضی موضوعات جالب‌تر و بهتری را بگنجانیم و گنجانیدیم هم که خدا خدا اگر خواست خدا باشه بتونیم که باز هم توجه مردم را جلب کنیم و همچنان نظرات خوبی از هموطنان عزیز ما دریافت کنیم طوری که تا به امروز داشتیم بسیار از هموطنان ما که خیلی علاقه من به برنامه بودن و حتی سه ساعت هم وقتی برنامه داشتیم ما میفته سه ساعت هم کم است از, از صحبت شما هیچ ما سیر نمی‌شیم و مهمانایی که داشتیم ما در برنامه جمله شما که خیلی موضوعات مهمی را اشاره میکردین در گزارشات افغان همچنان در ستی که در ست برنامه که همراه ما بودین همه مواردی بود که همه پسند بود همگی دوست داشتن و دوست داشتن بشنون حالا چه فکر بگیرین وقتی که یک کسی در زندگی خودش برنامه‌ای نداشته باشه برای صبحش برای آغاز روز خودش او چقدر میتونه تاثیرات منفی بالای زندگیش بالای روان خودش و بالای امورات زندگی خودش داشته باشه حالا که بعضی کسا رو ببینیم مثلا تلویزیون نمیبینن اصلا برنامه صبح نمیبینه من خودم شخصا از جمله که اصلا هستم که تلویزیون نمیبینم واقعیتش او هم بنابر مصروفیت ها و مشغولیت ها است مثلا سر صبح میبرایم پس دوباره شام به خانه برمیگردیم ولی گاه گاهی من خودم برنامه صبح زندگی را به یوتیوب میرم مراجعه میکنم میبینم بعضی قسمت ها یا مثلا بعضی برنامه صبح گاهی بعضی رسانه‌ای دیگر هم چرا به دلیل از اینکه یعنی بعضی از اطلاعات و معلوماتی که مثلا بعضی از کارشناسا و صاحب نظرا میان به این برنامه اشتراک میکنن دقیقاً اونها خیلی سنجیده شده و چون مخاطبین از اینا هر گروه مردم هست هم کسایی که در سطح بسیار بلند قرار دارن هم کسایی که متوسط و هم کسایی که اصلا سواد خواندن و نوشتن این مسائل رو ندارن از این لحاظ اونا کوششان به است که اطلاعات کلی و عمومی را در اختیار مخاطبین خود قرار بدن و از این لحاظ که شما اشاره به این کردین که مثلا یک فردی که اگر یک هدف یا برنامه‌ای برای روز خود نداشته باشه شو میتونه یک برنامه صبحگاهی رو ببینه اهداف ما به این هستم که هر انسان باید یک هدف کلی و عمومی برای زندگیش داشته باشه و یکی هم هدف میان مدتی که باید در مدت کوتاه به او برسه و یکی هدفی که برای روز داشته باشم مثلا من امروز صبح از خانه برآمدیم تا دیگر چی هدفی را دارم و این برنامه‌ای که دارم آیا به هدف میرسم اینا را تطبیق کرده میتونم یا نمیتونم اگر هر فرد مطمئنا چنین دیدگاهی را داشته باشه در ختم روز به یک نتیجه یا با یک دستاورد پس دوباره به خانه برمیگرده ولی ما متاسفانه در افغانستان در بسیار از مسائل افراط میکنیم مثلا اگر یک بار موسیقی شنیدیم تمام روز میشنویم اگر یک بار فیلم دیدیم تمام روز میبینیم و اگر یک بار هیچ تلویزیون ندیدیم پس اصلا هیچ روشن نمیکنیم ما بارمان به با این هستم که خود می برنامه سو زندگی مثلا قسم برنامه ریزی شده که بخش های مختلف متنوعی داره این خود از این نشان دهنده است که ما در طول زندگی و مخصوصا در طول یک روز به کدام بخش و ابعاد زندگی خود توجه بکنیم که پیام بسیار کلان و مهم و ارزشمند بر مردم میده بله دقیقا دیدن تلویزیون دیدن برنامه صبح هم میتونه انگیزه بری داشته باشه یا انگیزه بده و کسایی که میخوان در طول روز یک روز خوب داشته باشن یک پلان خوب داشته باشه یک هدف داشته با یک چیزی را فراموش نکنم مخصوص مخصوصا برنامه حساب زندگی برای کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن مخصوصا برای از اینکه فرزندانشان از کلتور و فرهنگ افغانی دور هست آمد. خیلی هم مسائل خوبه برای اونها انتقال میده و من مطمئن هستم که خوشبختانه خانواده ما که در خارج از افغانستان زندگی میکنه بیننده برنامه هستن فکر کنم بر شما بعضی مسیج ها میرسه بله. <applause> بر برای ما خیلی مسیج ها میرسه با صفحه فیسبوک خود ما شخصی خود ما که خیلی از برنامه راضی هستن هموطنان عزیز ما م. که خارج از کشور هستن اونها پشتیبان ما بودن ما حمایت کردن ما تشویق تشویق جهان سپاس از شما هم به این در رابطه با بگوین حالا برنامه صبح زندگی را تا حدی شما تعریف کردین تمجید کردین جهان سپاس از شما از دید خودتان که بیشتر وقتا مهمان ما بودین همین لحظه هم مهمان ما هستین یک برنامه صبح با چی ویژگی داشته باشه چی خوبی ها باد از گویندهش گرفته تا رنگ بندی و تمام مسائل باید در نظر ما بگیریم خب روی رنگ بندی من حرف ندارم مثلا جلب توجه زیادتر میکنه در برنامه صبح ما بارمند به این هستم که در یک برنامه صبحگاهی مثلا یک گل تازه شاید بسیار زیاد خوب جلب توجه بکنه که مفکر میکنم جایش در برنامه امروز خالی است برنامه های هنده اگر توجه خوش خیش میکنم مطمئنا که هر مهمانتان که میاین بدون ما هر کدامشان یک گل ولی در کنار ازی در کنار رنگ ها ما برنگ رنگ زیاد عرفی ندارم افرادی که انتخاب میشه باید کسایی باشه که ما قسمی که در گذشته مثلا انتخاب شدن مخاطبین خود بشناسن مثلا بسیار در یک سطح بالا با لغات و ادبیات بسیار بلند باید صحبت نکنه برای اینکه یک فردی که در یک نامه می مخاطب از اون مثلا یک ممکن که یک استاد دانشگاه نباشه ممکن یک دکتر نباشه مردم هام هم از چرا که برنامه بیرون دادشی است که مردم باید آگاهی حاصل بکنن از این لحاظ ما بار من به با این هستم و نظر من هم همین است که افرادی که برای همچو برنامه و مثلا برای برنامه سبز زندگی انتخاب میشه با یک زبان فصیح صحبت کرده بتونه و مخاطبین اما حرف و پیام گرفته بتونه و حرف دیگه همی که بیشتر خانواده های محاسب پذیر است و بیشتر در میان خانواده ها زنان و کودکان اگر فوکس یا توجهی برنامه در هفته چند روز روی بحث خشونت بر زنان و مخصوصا بحث کودکان حاسب پذیر کودکانی که در روی جاده و خیابان هست حداقل توجهی کسایی که توانمندی دارن بر از اینا کمک کننده باشن از این لحاظ من نظر من است که به این دو کاتگوری بیشتر توجه صورت بیره. با عنوان کسی که مهمان ما بودیم با عنوان کسی که بیننده برنامه هستیم با عنوان کسی که شاید بعضی وقتا برنامه رو نمیبینیم نمیبینید و از کانال یوتیوب برنامه رو تعقیب کردید نظر شما درست بود و ما در طرح نو این مسائل البته در طرح قبلی هم داشتیم از این در طرح تره... طرح نو ما داریم گنجاندی و می که طوری که شما گفتین مهمانایی را در برنامه داشته باشیم و سوالاتی را از شما بپرسیم که بیشتر همین خانمایی که در جامعه هستن و با جنجالا و با خوشونت های روبرو هستن اینا را کاملا ما با صحبت های ما کاملا رفع بسازیم مشکل سر از خانمای عزیز که واقعا در جامعه ما با مشکلات زیادی روبرو هستن و طفلایی که خیلی آسیب پذیر هستن در افغانستان طفلایی که خیلی مشکلات متقابل هستن فعلا ما می‌بینیم مسیری که شما آمدین با خیلی استفلا رو برو شده باشه که دی هوای سرد بود در پایشان نیست کالای گرم برتر ندارن ولی آمدن و دست دراز میکنن موتر میشی یا نسبندی میکنن خیلی از جنجالا که خانوما و طفلا در سال با مواجه هستن حتما ما نظر شما رو در نظر میگیریم و میپسندیم و حتما موضوعات در برنامه میگنجاریم ان با امید خدا و خدا کنه شما هم همکاری تان با ما قد میکنین در طرح نو ما چرا که صحبت شما خیلی تا به تاثیرگذار بوده و همگی دوست داشتن که صحبت شما رو در برنامه همراه خود داشته باشن خب بیاین در رابطه با بگوین حالا کسی که بیننده برنامه صبح و زندگی بوده تا به امروز و شما هم با او رو برو بودین نظر او چی بوده در رابطه با برنامه در رابطه با برنامه صبح در رابطه با اینکه دیدگاهش چی بوده چه انتقادی داشته چه پیشنهادی داشته و شما که آمدین به برنامه صحبت کردین اونا چه فیدبکی رو بر شما ارائه کردن؟ خب معمولا ما به هر برنامه که شرکت کردیم پس دوباره مثلا از طریق فیسبوک و بله. از طریق واتساپ پیام دریافت کردیم مثلا خانوادی بوده که تفلش مثلا با دروغگویی عادت داشته مثلا پیام گذاشته امو نظریات مهو. و دیدگاه پرسان کرده مثلا راهنمایی کردیم به نزدیک روانشناس که باید بره یعنی در واقع ما خودم این برداشت را کردیم که این برنامه تانسته حداقل در قسمت بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی آسیب‌های خانوادگی بر مردم کننده باشه و چیزی که بیشتر مردم توقع داشته گاه گاهی که ما امرایشان سر خوردیم اونا گفتن مثلا وقتی که یک میمان میاید یک برنامه مثلا برنامه صبحگاهی زمان از اینا بسیار زیاد کم است مثلا بسیاری از سوالات ما میمانه مثلا مهم. که باید پرسیده شود مثلا اگر از طریق صفحات مجازی سوالات مردم گرفته شود و دوباره او از کارشناسی که در اون بخش میایه پرسیده شود من فکر میکنم یک نتیجه بهتر میده ولی در کل هر کسی که مثلا صبح به طرف وظیفه و کار خودم میره مطمئن که برنامه صبر میبینه و مخصوصا همین یکی دو که بیشتر پیشگام است همین دو را، یکی دو رسانه من معمولا بیشتر عطا دانشگاه هم زمانی که به رفتیم با, با دفتر اینا دیدیم برنامه صبح زندگی بیننده داشته در ساعت خود پنتون کابل هم به دلیل از اونجا برنامه لایو هم میایان دقیقاً از استادا مصاحبه و از مسیرین اینا یعنی در کل خود از این نشانه از است که در یک قانون علمی در کل یک تعداد کثیری هست کسایی که کار میکنن نو بیننده برنامه صبح زندگی است سلامت باشین تشکر از حضورتان بانو منیجر رامزی صحبت های خیلی خوبی داشتین شکر. و از این بعد هم همکار برنامه صبح زندگی باشین صحبت هایتان ما میخوایم که داشته باشیم شکر. و همچنان بیننده از ما هم ما را تنها نگذارن و بیننده برنامه صبح زندگی باشن وقت خوش برتان شکر. هم کدام گفتنی خب باقی نماند نه خیر تشکر سلامت باشین تشکر از شما ایزان که تا این لحظه با ما همراه بودیم و بیننده برنامه صبح زندگی فعلا بس معلوماتی بر شما ایزان آماده کردیم در ادامه هم با رستم و اخبار و بخش طبی ما هم باشید در صبح زندگی در اسیدی بعدی ما تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین